مریم رجوی، واکنش ضروری فرانسه در برابر اقدامات تروریستی فوق‌العاده وخیم اطلاعات آخوندی. العربیه، فرانسه انتصاب سفیر خود را در تهران به تعویق انداخت. گسترش اعتصاب سراسری رانندگان کامیون به 270 شهر و تجمع‌های اعتراضی در تهران، عراق و کرج. سلام می‌کنم خدمت شما بینندگان گرامی، توجهتون رو به خبرهای این ساعت در یک نگاه جلب می‌کنم. خانم مریم رجوی بیانیه 2 اکتبر، 10 مهر وزیران کشور، خارجه و اقتصاد و دارایی فرانسه را واکنش بجا و ضروری در برابر اقدام‌های تروریستی فوق‌العاده وخیم اطلاعات آخوندی در خاک این کشور توصیف کرد. به این ترتیب تلاش‌های آخوندها و عوامل آنها برای اینکه این اقدام تروریستی را به محافل موهوم خودسر در درون رژیم نسبت دهند و خامنه‌ای و روحانی و ظریف را در ببرند به طور کامل نقشه بر آب می‌شود. دیگر نمی‌توان ظریف و روحانی را که بمب و بمب‌گذاری را به قربانی نسبت می‌دادند از جنس دیگری وانمود کرد که گویا در تروریسم دولتی مسئولیتی ندارند و از فاشیسم دینی زاده نشدند. یک منبع دیپلماتیک در وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد که انتصاب سفیر این کشور در ایران به تعویق می‌افتد. این منبع افزود فرانسه در واکنش به نقش رژیم ایران در توطئه تروریستی به گرد همایی مجاهدین در پاریس، انتصاب سفیر در تهران را به تعویق می‌اندازد. رانندگان کامیون روز چهارشنبه 11 روز اعتصاب سراسری خود را برگزار کردند. امروز 11/7. امروز 11/7/97 همونطور که ملاحظه می‌کنید سرازیری جاده تونل تنگزاق هیچ کامیون رفت و آمد نمیشه. اینم قابل توجه دوستان که میگن پایان بندر عباس بارگیری است. این اعتصاب همکنون در شهرهای ایلام، یزد، همدان، اهواز، زرینشهر، آباده، اصفهان، بندر موسوم به امام، عراق، بروجرد، کنگاور و قصر شیرین ادامه دارد. این اعتصاب تا کنون به 270 شهر از 31 استان کشور گسترش یافته است. الان دوستان امروز 11/7 جاده آباده شهرزا. امروز 11/7/97 زرینشهر. کارگران واگن پارس عراق روز چهارشنبه در اعتراض به پاسخ نگرفتن مطالباتشان برای 2 روز دست از کار کشیدند و در مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. پرسنل بیمارستان موسوم به خمینی کرج روز چهارشنبه در اعتراض به پرداخت نشدن 11 ماه حقوق و وضعیت بلا تکلیف بیمارستان برای 5 روز متوالی در محل این بیمارستان تجمع کردند. سرویس مخفی آمریکا از کشف ماده مشکوک در نامه‌ای به دونالد ترامپ خبر داد. The Secret Service is confirming that a suspicious envelope was received addressed to President Trump. به گزارش CNN، به نقل از مقام‌های پلیس آمریکا، در این نامه سم قوی ریزین کشف شده است. در گزارش CNN آمده است این نامه‌ها برای جیمز ماتیس وزیر دفاع و جان امری چارتسون دریادار و فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا فرستاده شده بودند. Received here at the Pentagon one addressed to Defense Secretary James Mattis, one addressed to the Chief of Naval Operations Admiral John Richardson, the head of the US Navy. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان برای دیدار و گفتگو با مقام‌های آمریکایی وارد واشنگتن شد. بحران سوریه و همچنین سرنوشت توافق هسته‌ای با رژیم ایران از موضوعات محوری مذاکرات هایکو ماس خواهد بود. وزیر خارجه آلمان با مایک پومپو وزیر خارجه و جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ
گفتگو خواهد داشت. با تشکر از همراهی شما با این بخش خبری، خدا نگهدار.